این مملکت مملکت ماست، مسئول سلامت ماییم، باید بتونیم مشکل مردم رو حل کنیم، هیچ راه دیگری نداریم. یعنی این چیزی است که باید بتونیم، و شما نخبگان این جامعه اید، نخبه باید بماند و مشکل مردم رو حل کنیم. که بخواهم با شفاف‌سازی کنیم دیگه، چگونگی فروش محصولاتمون، نفتمون. اصولا نگاهی بخش باید به سمت بخش خصوصی بره. مادون بخش های حاکمیتی به نظر نمیرسه هیچ منعی برای مشارکت بخش خصوصی باشه. این چنه وزنه رو 252 کیلوگرم، رکورد دنیا شکسته شد. این نشان طلایی بر روی سینه ورزشکار کشور. انجام حرکت پرس، ماشاءالله به احمد امینزاده. آخرین مدالی که در پارالمپیک توزیع میشه به ایران میرسه. به اینجا صادق ورزشکار اهوازی از مدال طلایش محروم شده به دو دلیل: حرکت دستش بعد از پیروزی و بالا بردن پرچمی با اسم حضرت ام البنین. شما تو پارالمپیک میتونی به پیامبرا توهین کنی، میتونی پرچم همجنس بازار رو نشون بدی، ولی حق نداری از عقاید مذهبی دم بزنی. بله، اونجا فرانسه مهد آزادیه. بانک مرکزی جمع وام شبکه بانکی رو به کارمنداش رو منتشر کرده، اما وام خودش به کارمنداش منتشر نکرده. اونم منتشر میکنیم، اشکال نداره. از این منتشر میکنیم بیش از 14 ماه گذشته و هنوز بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات پرداختی بانک مرکزی به کارمندانش را منتشر نکرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، شب شما بخیر باشه، خوش آمدین به خبرهای امشب. نخستین اقدام دولت در زمینه بهداشت، نگاه اورژانسی به افرادیه که دیده نمیشن. رئیس جمهور در آیین تجلیل از پزشکان و داروسازان بر توجه دولت به کسانی که در مناطق دورافتاده هستند و ممکن سلامتشون به خطر بیفته تاکید کرد. سلامت مردم جز اولویت‌های رئیس جمهور است و این چندمین برنامه است که بعد از ریاست جمهوریش آقای دکتر پزشکان به موضوع سلامت و جامعه پزشکی اختصاص می‌دهد. خودتون وزیر بهداشت بودین سالهای دکتر، از اینکه وزیر بهداشت رئیس جمهور شده خیلی خوشحاله. یک پزشک شده رئیس جمهور، خدا رو شکر. خب خوبه. البته دکتر از این راضیه؟ بله البته. خیلی امیدوار هستم که همه چیز تغییر کنه، عمیقا امیدوارم که تغییرات عمده‌ای ببینیم. یک پزشک شده رئیس جمهور، نوید چی میتونه باشه؟ انشالله که پزشکا کمتر مهاجرت کنن. نبض دولت این روزا چجوری میزنه؟ امیدوار کننده است. خیلی نبض نرماله به قول ما پزشکان، نه تاکی کارده نه برادی کارده. نبض دولت خوب میزنه، ولی برای که نبض خوب بزنه باید همه کمک کنن، مثل زمانی که اول وزیر بود. خواه من تو زابل بودم، الان هم اگه بخواد بگه برو میرم، چون دلم میخواد همه به صورت بسیجی شروع کنیم به خدمت کردن. جراح چی هست؟ من جراح مغز اعصاب. رئیس جمهور در این مراسم گفت جایگاه کادر درمان را به جایی باید برسانیم که حقشان است، و این را هم گفت که من سعی می‌کنم حق پزشکان، صنوف پزشکی و کادر درمان را در چارچوبی که اختیار دارم بگیرم. شما نخبگان این جامعه اید، نخبه باید بماند و مشکل مردمش حل کنه. یه جور دیگه باید نگاه کنیم، یه جور دیگه باید عمل کنیم، و با یک نگاه دیگه‌ای باید به این مردممون، به این جامعهمون و به ایرانمون و به باورها و اعتقادمون فکر کنیم. رئیس جمهور در بخشی از سخنانش بغض کرد و این گونه احساساتی سخن گفت: حل مشکلات سلامت مردم با ماست، همین که برای شغل اونا فکر کنیم ما مسئولیم. من دنبال پست و قدرت نبودم و نیستم، این جایگاه رو نه به عنوان اینکه حالا کسی شدیم در حقیقت اومدم و ایستادم. ما همون خاکیم که هستیم، همون آدمی هستیم که بودیم. هیچ تصور نمی‌کنیم این جایگاه
بخواد تغییری در رفتار ما ایجاد کنه. ولی اینجا ایستادیم که بتونیم گره از گره مردم باز کنیم. رئیس جمهور در این مراسم از تعدادی از پزشکان نمونه قدردانی کرد. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. بانک هایی که از وام حمایت از اشتغال فراری‌اند. دیوان محاسبات اعلام کرد بر اساس قانون بودجه قرار بود بانک ها پارسال 100 هزار میلیارد تومان وام حمایت از اشتغال و تولید دانش بنیان بدن، اما فقط نصف این تسهیلات رو پرداخت کردند. سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات میگه برخی بانک ها فقط یک مورد وام اشتغال و تولید دادند. مهلت 72 ساعته دادستانی تهران به وزارت علوم اسامی متقاضیان نامزدی نمایندگی مجلس با مدرک جعلی رو اعلام کنید. دیروز مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفته بود بیش از 100 نفر از متقاضیان نامزدی در انتخابات اخیر مجلس مدرک تحصیلیشون جعلی بوده. حالا دادستانی تهران از اداره کل آموزش دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان خواسته اسامی و اسناد مربوط به این افراد رو در اختیار دادستانی تهران قرار بده تا در صورت محرز شدن تخلف براشون پرونده قضایی تشکیل بده. در بازار فروش نفت راه رو برای مشارکت بخش خصوصی باز کنید. معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و کنونی نفت گفت برای تولید و فروش فرآورده‌های نفتی باید به دنبال مشتریان پایدار بود و در این زمینه وزارت نفت باید از بخش خصوصی هم استفاده کنه. تا اونجایی که سیاست‌های اصل 44 اجازه میده واقعا باید بخش خصوصی را مشارکت بدیم. حقیقتا این انحصار طلبی و نگاه دولتی که در مدیران ما در 14 گذشته بود توجیهش اصل 44 بود. ولی از زمانی که سیاست‌های کلی اصل 44 به تایید مقام معظم رهبری رسید و قانون مربوطش تصویب شد به نظر میرسه راه بازه. ما در مورد بخش‌های حاکمیتی اصلا بحثی نداریم که خود شما می‌دونید. مادون بخش‌های حاکمیتی به نظر نمی‌رسه هیچ منعی برای مشارکت بخش خصوصی باشه. ما جدی‌تر دنبال کنیم. آقای عارف از وزیر نفت هم خواست با همکاری متخصصان داخلی موضوع مقابله با حمله‌های سایبری به صنعت نفت رو در دستور کار قرار بده. اگر مسافر خارجید 10 یوروی دیگه هم باید عوارض بدید برای تقویت زیرساخت‌های هوایی. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفته این هزینه با عوارض خروج از کشور فرق داره و از مسافرای پروازهای خارجی بالای 2 سال گرفته و برای توسعه فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوایی کشور استفاده میشه. پروازهای زیارتی به مقصد عراق، عربستان و سوریه از این عوارض مستثنا هستند. درخشش وزنه‌بردار ایران در روز پایانی بازی‌های پارالمپیک پاریس با کسب 2 نشان طلا و صعود 8 پله‌ای در جدول توزیع نشان‌ها. در 11th روز این مسابقات عصر امروز در دسته به اضافه 107 کیلوگرم وزنه برداری احمد امینزاده با مهار وزنه 263 کیلوگرمی در جایگاه نخست ایستاد و 7th نشان طلای کاروان کشورمون رو به ارمغان آورد. در دسته منهای 107 کیلو هم علی اکبر قریب شاهی با مهار وزنه 252 کیلوگرمی ضمن اینکه حد نصاب پارا المپیک رو شکست صاحب نشان طلا شد. در پایان این دوره از بازی‌ها کاروان ایران با 8 نشان طلا، 10 نقره و 7 برنز در جایگاه 14th قرار گرفت. از خودروسازی تا گاوداری، تب تنوع سرمایه گذاری خودروسازان داخلی بالا رفته. به گفته که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها صاحب گاوداری هستند.
این دوتا شرکت یکی از ایراداشون همون ساختار تو در توی شرکت هاشون هست و تعداد زیاد شرکت هایی که دارن. فکر میکنم مثلا یکی از اینها 150 تا شرکت، یکی در حد هلوهوش 95 6 تا شرکت. بعد حالا شرکت ها هم تو دلی و تو در تو، یعنی شما حالا بعضی وقتا مثلا میگن سهم دولت در ایران خودرو مثلا 6-7%، ولی واقعیت اینه که اون 6-7% توی شرکت مادره هست. خود این شرکت هم تو اون یکی شرکت ها سهام داره. لزوما هم تو حوزه خودروسازی نیستن این نماد خوبه. همه چی هست، مثلا ممکنه شرکتی حتی یه وقتی ما اینا رو در می آوردیم شرکت مثلا گاوداری، شرکتی که باشه، بله مثلا تو بحث مسافرت و آژانس و بحث‌های مختلف بعضی‌هاش هم لازمه. بانک مرکزی برای دومین سال متوالی اطلاعات وام‌های پرداختی به کارمندانش رو منتشر نکرد. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس میگه اقدام بانک مرکزی تخلفه و مجلس این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. بانک مرکزی جمع وام شبکه بانکی رو به کارمنداش رو منتشر کرده، اما وام خودش به کارمنداش منتشر نکرده. اونم منتشر میکنیم، اشکال نداره. از این منتشر میکنیم بیش از 14 ماه گذشته و هنوز بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات پرداختی بانک مرکزی به کارمندانش را منتشر نکرده. قانون بودجه امسال برای دومین بار بانک مرکزی را مکلف کرد تا اطلاعات وام‌های بانک‌ها به کارمندانشان را منتشر کند. بانک مرکزی همه را منتشر کرد به جز وام‌های کارمندان خودش را. بانک مرکزی هم جزء نظام بانکیه و اتفاقا در این آمار نشون داده میشه که عدد بانک مرکزی هم عدد قابل توجهیه. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم این را تخلف بانک مرکزی میخواند و وعده پیگیریش را میدهد. این حتما جزء تخلفات بانک مرکزی به حساب میاد و در مجلس این موضوع پیگیری خواهد شد. هفته پیش بود که آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا درباره وام‌های بانک‌ها به کارمندانشان توضیح دهد. پس از آن که انتشار فهرست این وام‌ها جار و جنجال به پا کرد. در همان روزها که بحث وام‌های بانک‌ها به کارمندانشان داغ شده بود، برخی کارمندان بانک‌ها رسانه‌ها را به وام‌های بانک مرکزی به کارمندانش ارجاع دادند. حالا نمایندگان مجلس هم میگویند وام‌های بانک مرکزی به کارمندان خودش مانع نظارت این بانک بر وام‌های سایر بانک‌هاست. بانک مرکزی و کارکنان بانک مرکزی چیزی بیش از اون آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده برای خودشون تسهیلات احتمالاً برداشت کردن و این مانع نظارت بانک مرکزی نسبت به دیگر بانک‌ها هم شده. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما. طلایی که رفت و پرچم افتخاری که تا ابد بالا ماند. این قصه صادق بیت سیاه، قهرمان ایرانه که پس از قهرمانی در پاراولمپیک پرچم منقش به نام نامی حضرت ام البنین رو بالا برد و طاقت مدعیان آزادی بیان رو طاق کرد. صادق ورزشکار اهوازی از مدال طلایش محروم شده. صادق حالش خیلی خوب نیست، می‌بینید هشتشاش جمع شده به دو دلیل. حرکت دستش بعد از پیروزی. معمولا ورزشکارا وقتی رکورد میشکنن رکورد شکنن رو بگی این حالت نشون میدن، یعنی رکورد شکستن. ایشون هم یه همچین حرکتی کرد. اونا برداشتشونه که نه، این حرکت و بالا بردن پرچمی با اسم حضرت ام البنین. یکی در فضای مجازی درباره این قهرمان گفت نیت و عمل آقای صادق بیت سیاه ارزشمند، اما طبق بند 2 ماده 50 منشور المپیک هر گونه تبلیغات سیاسی مذهبی یا نژادی در اماکن المپیک مجاز نیست. خیلی ها معتقدند این قانون در حالی برای ورزشکار ایرانی اعمال شده که خود برگزار کنندگان المپیک به آن عمل نکردند. ورزش از ایدئولوژی جداست، به جز ایدئولوژی که اونها اجبار کنند. میتونی به پیامبرا توهین کنی، میتونی پرچم همجنس بازار رو نشون بدی، ولی حق نداری از عقاید مذهبی دم بزنی. بله، اونجا فرانسه مهد آزادیه. این همان جهانی است که در آن پرچم همجنس باز و اسرائیل آزاد است، اما پرچمی که خوششان نیاید ممنوع. و این حرف ها مقدمه ای برای همدلی با ورزشکاری شد که رکورد پرتاب نیزه را جابجا کرد. اون طلا رو نهایتش ما یکی دو ماه یادمون بود، اما با این کارت
تا عمر داریم فراموشت نمی کنیم. مدال واقعی رو از دست خانم ام البنین گرفتی. مردم ایران جزئیات دیگری هم از رفتار قهرمانان ایران به چشمشان آمده بود، مثل زهرا که مدالش رو به مردم غزه هدیه داد، به بچهای شهید فلسطین، الهام که انتخابش رئیس جمهور شهید بود، شهید آیت الله رئیسی، یا روح الله با شکستن رکورد جهان که سعی کرد اسم بزرگی از قلم نیفتد. مدالمو از ائمه معصومین دارم، از امام رضا دارم، از امام زمان دارم. و ساره که خوشحالیش را با این تصویر مخابره کرد، این فینال چسبید به همون. و سعید که به افتخار ایران و قهرمانهایش پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا برد. زهرای زدخا، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور گفت شرکت‌های دولتی باید سودده باشند، در غیر این صورت باید تعیین تکلیف یا تعطیل بشن. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت تحول و ارتقاء مجموعه ها را مهمترین شرط انتخاب افراد برای واگذاری مسئولیت ها در مجموعه های دولتی دونست و تاکید کرد این مدیران از این پس در هر گونه سود و زیان شرکت‌های تحت مدیریتشون صحیبند. از قلب تل‌آویو تا سراسر اروپا مخالفان اشغالگران صهیونیست به خیابون‌ها آمدند. تصاویری از فلسطین اشغالی منتشر شده که نشون میده جمعیت کم سابقه و شاید بی سابقه نیم میلیون شهرک نشین و خانواده نظامیان و اسرای رژیم صهیونیستی به خیابون‌ها ریختند و از ترس جان سربازان و اسرای صهیونیست و خشم نیروهای مقاومت اسلامی خواهان توقف فوری جنگ غزه هستند. هرچند نظامیان صهیونیست حتی به مردم خودشون هم رحم نکردن و شماری از اونها رو روانه زندان کردن. حامیان مردم مظلوم فلسطین در فرانسه، انگلیس، دانمارک، هلند و سوئد هم در اعتراض به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به نوار غزه تظاهرات کردند و پایان فوری جنگ در غزه را فریاد زدند. شمال نوار غزه زیر آتش حملات صهیونیست‌ها. در حمله‌های امروز رژیم صهیونیستی به غزه، به خصوص بمباران خان یونس و اردوگاه آوارگان جبالیا، دست کم 10 نفر به شهادت رسیدند. حسبنا الله ونعم الوکیل، والله ربنا لننتقم منكم، والله ربنا كبير. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار فلسطینی هایی که به دست صهیونیست‌ها در یک سال گذشته به شهادت رسیدن در آستانه رسیدن به عدد 41,000. اما بشنوید از ضربه‌ای که به صهیونیست‌ها وارد شده و به هلاکت 3 صهیونیست ختم شد. امروز یک راننده کامیون اردنی وارد گذرگاه الکرامه شد و از نزدیک به نظامیان صهیونیست در این گذرگاه تیراندازی کرد. دو ساحه واحد مع فرد وبطخ عليهم على اليهود، هيو معاه فرد وهيو قابلكم، هيو پس از هلاکت 3 نظامی صهیونیست، مجری عملیات به ضرب گلوله به شهادت رسید. در پی این عملیات گذرگاه مرزی الکرامه از هر دو جهت بسته شده. نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین صدای کارگردان یهودی آمریکایی رو هم درآورد. سارا فریدلند در 81مین جشنواره فیلم ونیز قتل عام مردم فلسطین به دست صهیونیست‌ها رو محکوم کرد و گفت رژیم صهیونیستی باید مجازات بشه. به عنوان هنرمند یهودی آمریکایی باید توجه داشته باشم که این جایزه را در 336مین روز از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و 76مین سال اشغالگری اسرائیل می‌پذیرم.
I believe it is our responsibility as film workers to use the institutional. بر این باورم که مسئولیت ما به عنوان افرادی که در حوزه سینما فعالیت داریم این است که از بسترهای نهادی که از طریق آن کار می‌کنیم برای مقابله با معافیت از مجازات اسرائیل در صحنه جهانی استفاده کنیم. من با مردم فلسطین در مبارزه برای آزادی اعلام همبستگی می‌کنم. دروغگوها بساطشون را از پشت درگاه دادگاه ها جمع کردند. قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته با ایجاد سامانه شهود حرفه‌ای، کاسبی شاهدان دروغین از اطراف دادگاه ها جمع شده. این سامانه در اختیار قضات قرار داره و به طور خودکار تعداد دفعاتی که یک شخص در سال به عنوان شاهد در محاکم قضایی حاضر شده را مشخص میکنه و اگر فردی چند بار این کارو کرده باشه به قاضی هشدار میده. وزیر خارجه مجارستان در سفری کاری به بحرین رفت، اون هم با شلوارک. پیتر سیارتو با این پوشش نامتعارف در فرودگاه منامه مورد استقبال مقامات رسمی بحرین قرار گرفت، اتفاقی که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته و کاربران اون رو مصداق بی‌ادبی دونستند. پس از حملات گسترده رژیم صهیونیستی به پناهگاه‌ها و کشتار دست جمعی زنان و کودکان بیگناه، باز هم شبکه صهیونیستی اینترنشنال به دفاع و توجیه این نسل‌کشی در غزه پرداخته. خبر از یک حمله دیگر است، به یک پناهگاه دیگر. صهیونیست‌ها باز هم به یک مدرسه حمله کردند و این بار هم کودکان قربانی اصلی این حمله ها بودند. هرقدر صهیونیست ها غزه را بیشتر بمباران می کنند، موج اعتراضات در سراسر دنیا علیه نسل کشی در غزه بیشتر می شود. نسل کشی صهیونیست ها در غزه به ماه 12 رسیده و در دنیا قریب یک سال است مردم خواستار توقف آن هستند. اما در این استودیوها نه تنها این کشتار را محکوم نمی کنند، بلکه از صهیونیست ها دفاع هم می کنند. اسرائیل هیچ چاره ای نداره به رغم تمامی فشارهای بین المللی. هر نوع پاپس کشیدن و هر نوع تسلیم شدن در شرایط فعلی در قبال حماس به نوعی به منزله یک شکست محسوب میشه برای اسرائیل. کاری که اسرائیل میکنه، ارتش اسرائیل میکنه، این است که با دستگاه های خودش این خیابان ها رو شخ میزنه که مطمئن بشه که چیزی بمب‌هایی در اونجا کار گذاشته نشده. و این هم تازه ترینش. در کنار یکی از خلبانان جنگنده های اسرائیلی هستیم. واکنش آنها به بمباران پناهگاه ها در غزه. در رسانه ها از کشته شدن افراد بیگناه زیادی در حملات هوایی نام میبرند. در این رابطه چه میتونید به ما بگید؟ حملات ما مانند آن حمله پیشگیرانه با پشتیبانی اطلاعاتی و دیگر بازوهای ارتش و همچنین با هماهنگی و تمرین مداوم همراه است تا صدمه‌ای به غیر نظامیان وارد نشود. خلبان صهیونیست دارد پاسخهای قراردادیشان را می‌دهد. چشم دنیا اما در یک سال گذشته آنقدر از این تصاویر دیده که تکلیفش با ادعای صهیونیست‌ها روشن است. همین چند روز پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد 70% از 40,000 نفری که در غزه کشته شدند زنان و کودکانند، حدود 28,000 نفر. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. بسیار متشکریم از همراهی شما. شب بخیر و خداحافظ.